درود به شما براندازهای عزیز. به نظر میرسه انتخابات ریاست جمهوری این دوره بیشتر تقابل شخص خامنه ای با شخص محمود احمدی نژاد باشه. حالا که شورای نگهبان در بزرگترین چالش خودش برای تایید یا رد صلاحیت احمدی نژاد قرار داره، ویدیویی از دعوای لفظی خامنه ای و احمدی نژاد در حال بازنشر در فضای مجازیه، جایی که احمدی نژاد جواب تندی به اتهام خامنه ای داده. انتخابات در پیش داریم. هر کس با انتخابات مخالفت کنه با جمهوری اسلامی مخالفت کرده، با اسلام مخالفت کرده. بابا اصلا از حد گذروندن، میگه کسی رأی نده مسلمان نیست. بله به خدا ملت اون مسلمانی که تو هستی هرگز نیست. به خدا ثبت کنید، برید همه جا داد بزنید. بنده احمدی نژاد هرگز اینجوری مسلمان نیستم. و تو گفتم اگر تجدید نظر نکنند من هرگز رأی نخواهم. شاهزاده رضا پهلوی بعد از ثبت نام گله‌ای کفتارای تشنه قدرت در انتخابات ریاست جمهوری نوشت: نامنویسی در سیرک انتخابات رژیم مبتذل‌تر از همیشه پایان رسید. پاسخ ملت بزرگ ایران به کل این مضحکه یک نه قاطع است، نه به جمهوری اسلامی. اما لاریجانی که گفته میشه اولین کسیه که توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده، امروز کابینه خودشو معرفی کرده. کابینه ای با رنگ بنفش و تقریبا با همون تیم حسن روحانی. لاریجانی اگر رئیس جمهور بشه، جهانگیری رو به عنوان دبیر شورای امنیت ملی، جهرومی رو به عنوان وزیر ارتباطات، داداشش رو به عنوان وزیر علوم و در کمال تعجب محمود علوی رو به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد معرفی میکنه. یه نکته جالب دیگه هم اینجاست که وزیر خارجه دولت لاریجانی ظریف نیست و فعلا کاظم جلالی معرفی شده. تهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان هم توضیح کوتاهی درباره زمان اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده داده و گویا این بار قراره این شورا زودتر از دوره‌های قبل اسامی نهایی رو اعلام کنه. با توجه به اینکه شرایط کشور این گونه است، امکان داره که زودتر اعلام بشه اسامی؟ ببینید مهلت قانونی شورا 5 روز هست که 5 روز هم امکان تمدید داره. ما حتما 5 روز اول رو که استفاده خواهیم کرد، نسبت 5 روز دوم بنا داریم اگر بشه مقداری کوتاه‌تر استفاده بکنیم که زمان تبلیغات بیشتر بشه. جالب بدونید که یکی از اعضای هیئت مرگ سال 67 هم در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده. آخوند مصطفی پور محمدی که بعد از اعدام هزاران ایرانی گفته بود افتخار میکنیم که حکم خدا را اجرا کردیم. اما الان رو نگاه نکنید که احمدی نژاد کنفرانس خبریشو با به نام خدای بهار شروع میکنه. همین شخص تا چند سال قبل حتی سخنرانیش در سازمان ملل رو هم با دعای فرج شروع میکرد. به نظرم خیلی لازمه تا یه چیزایی درباره احمدی نژاد مخصوصا به نسل جدید یادآوری بشه تا بتونن بهتر در موردش تصمیم گیری کنن. من که امروز اول نظرمو گفتم یه کاغذ پاره است. واقعا هم کاغذ پاره است. شما الان تو ایران بچرخید ببینید اصلا کی حساس هست به این. این تحریم ها اصلا تو ایران احساس نشد. شما اگه سفر کنید به ایران، برید در خیابون ها با مردم صحبت کنید، میگن تحریم چی هست اصلا؟ تحریم اصلا نمنده، آردان گلفته. قطعنامه میدیم، خب قطعنامه بدید. اینکه قطعنامه صادر بکنید، با اون قطعنامه زنده مانه بشه. قطعنامه صادر کردید که به قول خودتون دست بالاتر رو داشته باشید. ما اسم اینو میذاریم بی اخلاقی. چون بی اخلاقی کردی، اولا ما مذاکره رو عقب میندازیم. مذاکره پایان مرداد، نیمه ماه مبارک رمضان به بعد. این جریمه ایست برای اینکه به نظرم یه مقدار ادب بشن که رسم گفتگو با ملت‌ها رو یاد بگیرن. چون از بیرون شروع کنن سر صدا کردن. آقا تحریم کردیم، تحریم های فلج کننده. حالا به قول معروف احترام مجلس اجازه نمیده من به زبون خودشون جوابشون بدم.
قلم‌های فلج کننده نشستن هی نوشتن یه صفحه، دو صفحه، ده صفحه، پنجاه صفحه. به خیال خودشون از اون ور یه دیرم وادار کنن، از این ور ای وای خطر است، خطر است، بحران است، بپایید، چرا ماجراجویی میکنید؟ جلوشون وای میستیم میگن ماجراجویی، گفتگو میکنیم میگن سازش. ما در جلسه یه کارگروهی هست که از چند سال قبل تصمیم میگیره راجع به این تحریم، دو سه تا تصمیم گرفته، ما هم خدمت شما میگیم. اولین تصمیم اینه که ما از این فرصت تحریم ها استفاده کنیم برای گسترش تولیدات داخلی و جهانی شدن تولیدات ایران. اما هیچ خبری نمیتونه برای خامنه ای بدتر از این باشه که دیگه مردم قم هم باهاش دشمن شدن. یه ویدیوی دیدنی از نابود شدن تصویر غول پیکر خمینی روی یکی از دیوارهای بزرگ شهر قم توسط دختران شجاع قمی منتشر شده که میتونه حاوی پیام خیلی مهمی برای خامنه ای و جمهوری اسلامی باشه. آبان قم تخریب عکسای دیکتاتور مکبر دیکتاتور آبان قم تخریب عکسای دیکتاتور مکبر دیکتاتور. اما زمزمه هایی از شورای نگهبان به گوش میرسه که گویا در اولین جلسه این شورا 4 نفر از مدعیان اصلی ریاست جمهوری رد صلاحیت شدن: علی لاریجانی، مسعود پزشکیان، اسحاق جهانگیری و عبدالناصر همتی. این 4 نفر هستند. رد صلاحیت 3 نفرشون کاملا قابل پیش بینی بود، ولی رد صلاحیت عبدالناصر همتی اونم به این زودی میتونه کمی عجیب باشه. از اون عجیب تر اینجاست که اگر این خبرها درست باشه، معلوم نیست چه کسی داره خبرها رو از داخل جلسات شورای نگهبان به بیرون منتقل میکنه. اما نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری انقدر درپیچ شدن و خود انتخابات هم انقدر شبیه به سیگ شده که مجریهای صدا و سیما هم یکی یکی دارن مسخرهشون میکنن. حتی المیرا شریفی مقدم هم سیرک انتخابات ریاست جمهوری رو به سخره گرفته. 5 روزی که به پایان رسید، امروز روز 5 بود و با اعلام ساعت 18 در محل ستاد انتخابات کشور در وزارت کشور مراسم احساس تکلیف خیلی از آنهایی که آمده بودند به ستاد انتخابات دیگه به پایان رسید. کسانی که احساس تکلیف کردن برای اینکه حتما میتونن در قامت ریاست جمهوری ظاهر بشن و خودشون رو در این قامت تصور کردند و به هر حال به محل ستاد انتخابات آمدن در وزارت کشور برای اینکه ثبت نام خودشون رو انجام بدن. اینکه همشون دارن از جزغاله شدن رئیسی بول میگیرن و روی قبرش میرقصن عجیب نیست. عجیب اینه که حتی همسرش هم داره این کارو میکنه و خیلی زود بالا رفتن از دکل سوخته ابراهیم رئیسی رو شروع کرد. در واقع یک رفراندومی انجام شد، یک رفراندومی با قلب ها. خیلی ما رو تهدید میکردن، سر مسائل مختلف میگفتن میخوایم رفراندوم کنیم. تصورشون این بود که جامعه جوان ایران از ایده های انقلاب خودش عبور کرده و اینجا به واقع خداوند رفراندوم انجام داد، یک رفراندوم بزرگ انجام داد و مردم با عشق رأی دادن، با آه رأی دادن، دوباره رأی دادن به جمهوری اسلامی. و این خیلی مهمه، این دستاورد بزرگیه که نباید دست داد.